قلبی باید. از عمر ابن تغلب رضی الله عنه روایت است که گفت مقدار از غنیمت و یا چند اسیر نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شد که آنها را تقسیم کردند. از این مال به بعضی از مردان دادند و بعضی دیگر را ترک کردند. پس به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر آوردند که آن مردانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها چیزی ندادند ناراحت شدند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به الله تعالی حمد و ثنا گفتند و فرمودند. اما بعد به الله قسم که من از این اموال به بعضی از مردم می دهم و به بعضی دیگر نمی دهم. اما کسانی که به آنها سهم ندادم محبوب ترند. زیرا من این اموال را به انسانی می دهم که در قلبهایشان حرص و طمع وجود دارد و بعضی دیگر را به بینیازی و خیر می سپارم که الله تعالی در قلبشان گذاشته است. حدیث با روایت امام بخاری. پس قلب دو نوع است، قلبی بای و قلبی فقیر. اگر بنده آنچه در دست مردم است نظر نکند، پس آنچه از دنیا دارد زیاده گردیده به کسی محتاج نگردد. لیکن آنی که فقیر است و آنچه در دست دارد به آن قناعت نکند و گویا آنچه در دست مردم است به آن محتاج است. بایی قلب در پیدا کردن چیزها نیست، بلکه بایی قلب در شعور قلب است که به آنچه الله تعالی داده است شکر میکند و آن برایش بسنده است و انسان بای است به آن چیزی که در دست دارد. از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابو ذر، آیا تو بایی را در بساری مال میبینی؟ گفت بله ای رسول الله. گفتند پس کمبغلی را در کمی مال میدانی؟ گفتم بله ای رسول الله. فرمودند هر آینه بایی این بایی قلب است و فقیری فقیری قلب است. پس چگونه قلب بایی خود را حس میکند؟ یکم، بغیر از الله به کسی تأکیه نکردن و تنها به الله تعالی باور کردن، نه به مالی که در دست دارد. پس چقدر خاکساری بنده در نزد پروردگار زیاد بگردد، همانقدر بایی قلبش کاملتر میگردد و هم با یقین کردن با اینکه او بایی است که خزینه های آن در دست او نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که حاجتمند گردیده و به فقیری و تنگی زندگی گرفتار شده است و آن را ظاهر کرده به مردم شکایت میکند تا از آن بیرون گردد، لیکن نتیجه آن است که بعد ادای حاجتهایش نیز ضرورات سختر می آید. اما آنی که شکایت و سختی های خود را با یقین به الله تعالی میکند، الله تعالی در حال به او رزق میدهد که ثروتمند میگردد. حدیث با روایت ابو داود، ترمذی و امام احمد. دوم، به یاد آوردن نعمت های پروردگار که آنها خیلی زیادند، شمار ندارند و بعضی بندگان لایق این نعمت ها نیستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثروتمند بودن به داشتن مال و متاع زیاد نیست، بلکه ثروت واقعی به نیازی درونی است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. سوم، راضی بودن به رزق پروردگار و حکمت او در عطا و منعش. زیرا الله سبحانه و تعالی بندهش را از رزق از روی بخیلی منع نمی کند، بلکه منع کردن او از روی رحمت و مهربانی اوست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنچه الله به تو تقسیم کرده است راضی باشی، از ثروتمندترین مردم گردی. حدیث با روایت امام ترمذی. و چند انسان های هستند که الله سبحانه و تعالی آنها را از چیز از مال های دنیا منع میکند تا آن بنده را حفظ کرده بدی آن مال را از آن بنده دور گرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر الله تعالی بنده را دوست دارد، او را از فتنه دنیا و مال آن حفظ میکند، همچنان که در مریض بودن بنده از طعام و شرابی که از استعمال آن بنده می ترسید الله حفظ میکند. حدیث با روایت امام احمد.